بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر دوستان نهایت عزیز، امیدوارم صحتمند سر حال باشین. من راشد امان هستم از ulanish.com اکادمی بلژیک و این اولین جلسه سیستم آموزش وب دیولپمنت است که در 12 ماه قرار است تکمیل شود. قبلا در جلسات معرفی گفتم که 8 ماه آموزش و 4 ماه بعدی تمرینات عملی در ساحه کار است. خب در این جلسه ما با یک سری تنظیمات و مسائل ابتدایی آشنایی پیدا میکنیم و بعد از او پیش میریم بخیر. البته در ختمی دوره آموزشی شما یک وب دیولپر هستین بدون از اینکه هیچ دانشی قبلا داشته باشید. فعلا وقتی جلسه رو میبینین حتی یک کلمه از وب، وبسایت، وب دیولپمنت، وب دیزاینینگ هیچ چیزو بلد نباشین، بازم هیچ مشکلی نیست. آخر این دوره شما حتما و 100% یک وب دیولپر میشین. البته با تلاش و سعی خودتان. بدون از او هیچ چیزی امکان پذیر نیست. جادویی هنوز به وجود نامده که این کاره بدون تلاش خود شما انجام بده یا هنوز او چپایی که در مغز مانده میشه روی کار نامده، عملا وارد بازار نشده که یک چپ بخریم در مغز خود جاسازی کنیم و همه چیز رو یاد بگیریم. پس نیاز است که هنوز خودمو تلاش کنیم تا یک چیز رو یاد بگیریم. شما بدون شک وقتی این جلسات ختم میشه اگر مطابق فرمایشات این جلسات پیش برین کلن یاد میگیرین، یک وب دیولپر میشین و وارد بازار کار هم میشین. پس شما حتما این کار انجام بدین. در مقابل خواست انسان هیچ چیزی ناممکن نیست، استثناءات رو مد نظر نمیگیریم. خب ما تمام توانایی رو به خاطر انجام امورات داریم، پس باید از این توانایی استفاده بکنیم. امیدوار هستم جلسه اولی را قشنگ با ما پیش برین و تصمیمتان را قاطعانه بگیرین که شما در آخر جلسات یک وب دیولپر است. مهم نیست اوضاع چی است، مهم نیست مردم چی میگن، مهم نیست اطراف در چی وضعیت است، کاری با اونا نداره. مهم نیست بازار در چی وضعیت است، کاری با اونا نداره. من قبل از اینکه وب دیولپر شوم، قبل از اینکه سافت‌ویر انجینیر شوم، هیچ نمیفهمیدم که در این بازار کار است نیست، اصلا کاری باش نداشتم، چون خودم علاقه داشتم و بعد یاد گرفتم. از وقتی هم که یاد گرفتم هیچ بیکار نماندم، همیشه کار بوده. یعنی مهمی است که ما دانش یک چیز را داشته باشیم، یک کار را، و او وقت است که کار پیدا میشه. شما در اوضاع فعلی افغانستان هیچ توجه نکنید، مردم کار پیدا نمیشه میگه دروغ است، مردم میگه کلی چیز با واسطه و ایناست، دروغ است. شما مطمئن باشین که دروغ است، بخاطر که اگه دانش نباشه همین جلسه را از کجا میتونستم ثبت کنم، همه فکر از کجا میگفتم. اینا به اساس واسطه هیچ امکان پذیر نیست که با واسطه من بتونم این جلسه را براتون ثبت کنم. یعنی اگه من واسطه داشته باشم، هرچی هم وزیرم در پهلویم است، رئیس جمهورم در پهلویم است، چی فایده وقتی خودم دانش نداشته باشم کاری را انجام داده نمیتونم. پس لطفاً توجهتان را به دانش معطوف کنین و از اطرافتان کاملا توجهتان را سلب بکنین، اصلا توجهتان را جمع کنین بگیرین. اصلا نیاز نیست که شما به اطراف پوچی که امروز ها در سطح افغانستان است توجه کنین، اصلا نیاز نیست توجه بکنین. اجازه بدین هر کس هر کاری که میخواد بکنه، شما بیاین برای خودتان تلاش بکنین، برای خودتان که هیچ کسی مقدمتر از خودتان برای شما نیست. پس باید تلاش بکنین و حتما این تلاش نتیجه میده، مطمئن باشین نتیجه میده، اونقدر مطمئن باشین که در کل عمرتان اینقدر مطمئن نبودین، پس حتما موفق میشین. اگر نشودین باز بیاین ما شما رو در رو برتان تاوانتان میتونم، پس حتما این کار رو بکنین. امیدوار هستم انگیزه گرفته باشین و پیش بریم. در این جلسه کار زیادی نمیکنیم، فقط با چند تا مفهوم آشنایی پیدا میکنیم و حداقل یاد میگیریم که با چی چیزا میتونیم کار شروع بکنیم. با یک لپتاپ، با یک کامپیوتر بسیار ساده میتونیم وب دیولپمنت رو شروع بکنیم. هیچ نیاز به تجهیزات بالا نداریم فعلا،
البته آینده ها نیاز میشه، بر فعلا نداریم یه چیزی. یک نوت پد که شما میشناسید نیاز است. نوت پد همیده کمپیوترتان هر وقت برین در جای هم باشین نوت پد نشته کنین برتان میاره. این قسم یک چیز نوت پد همی باشه و یک کمپیوتر باشه بس است. ولی به خاطر که کار ساده تر شوه، اگر کمپیوترتان مجهز تر است یعنی قوی تر است، بسیار خوب است. قوی منظورم خیلی قوی نیست، همی مدل های کورایتری کمپیوتر ها باشه کفایت میکنه. نسل چندم بودنش هم مهم نیست، همی کورایتری هم باشه بس کفایت میکنه. فقط ویندوزتان 8 باشه یا 7 هم بود مشکلی نداره، فقط به خاطر نصب اکثری اپلیکیشن ها باز میشه که ورژن مخصوص خودتان رو پیدا بکنید نصب بکنید که مبلتان بود. خب در کل ما به خاطر از اینکه وب دیولپر شویم با این 3 تا بخش کار داریم، با این 3 تا بخش سر و کار داره: فرانت اند، بک اند و دیتابیس. فرانت اند پیش رو میگه، طرف پیش رو یعنی فرانت رو میفهمین، اند هم طرف رو میگه ایران میفهمین، بک پشت سر رو میگه، دیتابیس هم دیتابیس جایی که ذخیره میشه، ذخیره گاه ایران میگه. خب شما فرانت اند دارین پیش رو، بک اند پشت سر و دیتابیس دیتابیس. فرانت اند چیزی است که ما شما میبینیم، مثلا ulanish.com میزنم، آنچه به ما و شما ببینید در روی صفحه ما دیده میشه این میشه فرانت اند. و بک اند داریم، بک اند یک سری کارهایی است که پشت سر انجام میفته و ما نمیبینیم. مثلا وقتی اینجا ما ورود را میزنم، میایم اینجا ایمیل و پسورد خود را میزنم، وارد را میزنم، یک سری کارها را در عقب انجام میده که ما نمیبینیم، ولی باز بعدا وارد میشه. ما عملیه ورود را در پشت سر نمیتونیم ببینیم. کی میره از دیتابیس داده ها را میخونه، بررسی میکنه که اینا وجود دارن نداره، اگه وجود داره پسورد ایمیل مطابقت داره با یکی دیگه نداره، اگه اینا صحیح بود باز ما را اجازه میده که یک قدم پیش بریم. اینا کار بک اند است، یعنی در بک اند ما این کار را انجام میدیم. البته تنها بخش ورود نیست، یا پست که میکنیم، مثلا وقتی پست میکنیم یک چیز را، ای از دیتابیس است، یا مثلا ای کار بک اند است، وقتی پست میکنیم ای میبره از فرانت میگیره میبره و دیتابیس ذخیره میکنه، این کار بک اند. و دیتابیس را که اون از نامش هم پیداست، از این گپایی که زدم هم فهمیدین، چیزی است که داده ها را به خود ذخیره میکنه بس. وقتی هم بخوایم نمایش بدیم خود کار بک اند است، از بک اند میاریم بیرون. فقط دیتابیس چیزی است که داده ها را ذخیره میکنه در خودش و بس تمام. ما این سه تا بخش را وقتی یاد بگیریم فول استک دیولپر میشیم در وب development یا در بخش وب، و میتونیم تمام کارا رو انجام بدیم. البته این سه تا بخش رو یاد گرفتیم، میتونیم دیتابیس هم جور بکنیم. دیتابیس منظورم به MIS هاست، Management Information System، و چیزایی که مثلا در اونجا معاملات را انجام میتیم، معاملات را ثبت میکنیم، محاسبه و چیزا رو انجام میتیم، این قسم این چیز. یعنی ما در کل با همین سه تا گزینه، با همین سه تا بخش سر و کار داریم کلا. ما در بخش مقدماتی فرانت اند رو میخوانیم. فرانت اند باز جلسه بعدی میرم که چی چیزا رو میخوانیم ما شما. HTML, CSS, Bootstrap ایناست، JavaScript و همین چیز هست. اینا رو باز با هم پیش میریم. نیاز نیست فعلا همه چیز رو، هیچ چیزا رو، مفهوم ها رو، اینا رو کلش حفظ چیزا و یاد داشتن اینا خیلی مهم نیست. در جریان کار حتما بلد میشیم، حتما مطمئن باشیم که اینا رو کلش دانه دانه و جزئی حتما بلد میشیم. این چیزا آهسته آهسته بلد میشین، عجله نکنین، آهسته آهسته بلد میشین حتما. ولی هدایات را باید انجام بدین، باید چیزایی که گفته میشه، همون تسک هایی که براتون داده میشه، کارخانگی ها و اساینمنت ها و اینا را انجام بدین، کل مسئله حل است، شما میتونین پیش برین. خب فعلا چی کار باید بکنیم؟ ما خودم از به خاطر نوشتن کودا از VS کود استفاده میکنم به جای نوت پد. نوت پد هم مشکلی نداره، میتونیم بنویسیم، ولی به خاطر کار آسان تر شوه ویژوال استودیو کود یک ادیتور هست، او را میتونیم دانلود بکنیم. ویژوال استودیو کود برای ویندوز 7 هم هست، برای ویندوز 8 و 10 و اینا هم هست. خب میتونیم دانلود کنیم. وقتی
ایره میزنید شما میبینین ویندوز و دیگه اپریشن سیستم ها اینجاست. ویندوز رو میگیریم ببینین اینجا وقتی آمدیم میتونیم دانلود کنیم ورژنش به یه اندازه است. ببینین 8920 دانلود رو بزنم دانلود میشه که من نیاز ندارم فعلا دانلود کنم، انصراف میتونم چون دانلود شده است. وقتی هم دانلود شد نصبش بکنین، کار نصبش هم سخت نیست، دوباره روش کلیک بکنین، گزینه‌های بعدی رو خودش نشان میده. ما فقط اگه شد یک بار برتون پیدا کنم و دوتا کلیک برش بکنم تا متوجه شم. ببینن ما اینجا ویس کد استاپ شاوردم داخل کامپیوترم بود. هیره میزنین آی اکسپت دگرمنت میزنین بعد نیکست 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 به هیچ مسئله ای نیکست ای پیش میره انستال و خلاص میشه. چون از من انستال است کنسل میکنم، نیازی به دوباره کار کردنش ندارم. وقتی من انستال شد یک شارتکت تک اینجا برتان میه، شارتکت میه که ما در تسک بار خود گرفتیم، او را کلیک میکنین و برتان باز میشه. البته چون تنظیمات نصب یک بار انجام شد ایرور میگیره. خب اجازه میتونم که من نباید کنسل میکردم برحال. خب من کاملا ویس کود از کامپیوتر خود پاک کردم به خاطر که بتونم دوباره نصبش کنم. شما ببینید نصب شد، ببینید به این شکل لنچ هم وقتی فینیش رو بزنید خودش برتان لنچ میکنه. از این اپلیکیشن راحت میتونیم به خاطر نوشتن کد استفاده بکنیم و این خیلی کار رو ساده میکنه برمون. ببینین میتونیم یک فایل جدید ایجاد بکنیم، فولدر اوپن بکنیم یا فایل جدید بسازیم. خب میشه یک فولدر بر خود جور کنیم، روی دسکتاپ نوشته میکنیم فرست مند، این رو باز میکنم سلیکت فولدر. وقتی فولدر سلیکت شد شما میبینین فرست مند رو برام در اینجا باز میکنه در یک قسمت. خب یکم بزرگتر میکنم که شما منظمتر ببینین. ببینین فرست مانت اینجا برام دیده میشه. این فولدر است که ما روی دسکتاپ خود ایجاد کردیم. همین فولدر میتونیم اولین فایل خود را اینجا جور بکنیم. به خاطر جور کردن فایل اینجا نیو فایل را میزنه. اولین فایل خود را به نام index.html جور میکنیم به شکل. و وقتی فایل جور شد شما در داخل فولدرتان میبینین به این شکل می علامه گوگل کروم می. اگه شما گوگل کروم نداشتین احتمالا علامه ایج بیایه یا هر سافت ویر براوزری که دارین علامه از او بیایه. منتها فایلتان به .html باشه .html. با این شکل کار را میتونیم شروع بکنیم. خب اولین کار ما از اینجاست. یک فایل HTML از تگا ساخته میشه. ببینین من اینا را یک HTML باید بنویسیم که فهمیده شوه این فایل فایل HTML است. دیگه باید هیت داشته باشه و بادی داشته باشه. البته اینا هر کدامش نامش تگ است. تگ های دیگه ای هم هست که در جریان کار یاد میگیریم. یعنی نیاز نیست یک جلسه رو به خاطر تگ بگذاریم که تگ چی است. تگ اینمی چیز هست که با اینمی علامه که ساخته میشه و داخلش یک چیزی نوشته میشه. مثلا دیو یک تگ است که تگ بستهش میشه. دیوی که سلش داره در قبلش بسیار آسان به این شکل ما شما میتونیم جور کنیم. چورن باز دیو چورن بسته به این شکل ما میتونیم جور کنیم یک تگ را. اینا تگ است، یعنی تگ فایل HTML باید با این شکل باشه. یعنی در غیر صورت باز کار نمیده. ما سه تا چیز داریم. یکی HTML که خود فایل رو مشخص میکنه که HTML است. دیگه این هید است که از نامش پیداست هید است، همون چیزی که در بالا می باشه.
البته هیده از این چی باز ما برتان ببینیم وقتی وقتی یک وبسایت رو باز میکنیم مثلا hollandish.com وقتی باز میکنیم این یک سری گزینه ها داره مثل از این که در بالا میبینی هولندش نوشته است و اینجا لوگو که است و F12 رو من میزنم تا اینجا برتان الیمنت ها رو بیارم در این اینجا میبینین HTML در اینجا است یک کمی ایران بزرگتر کنم که خوبتر ببینین ببینین HTML اینجا است HTML باز HTML بسته داخل از او یک فید است و یک بادی است از این ساختار تمام وبسایت ها از این ساختار جور میشه خب داخل هید از این ببینین اکثری گزینه هاست که نوشته است ولی اینجا دیده نمیشه اینی گزینه ها داخل هید نوشته میشه کی را میگیم هید ای را براوزر ها میخوانه ای به خاطر یک سری مسائل که در آینده یاد خود گرفتیم مورد استفاده است یک چیزایی که مثلا ما میتونیم ببینیم اینی تایتل است و اینی آیکن است که ما این دو تا رو اینجا میبینیم که داخل هید نوشته میشه یا اصلا متا کاراکترش ست میکنیم یو کی اف 8 اینا اینا آیس است یاد میگیریم خب یعنی بفهمیم که در کل و بادی چیزی است که ما در داخلش همه چیزایی که دیده میشه را میمانه بادی چیزی است که ما داخلش آنچه دیده میشه میمانه ببینه اینا را باز کده میرین همه چیزا ببینید لوگو رو میبینین اه به شکل لوگو رو میبینین اینا کلش هر وبسایتی که باز کنین به می ساختار ساخته شده شما میتونین باز چک بکنین اینی را ما اینی به این شکل یعنی ما میتونیم یک فایل را جور بکنیم این فایل جور شد حالا در داخل از این میتونیم یک دیو بسازیم مثلا اچ هیدلاین است هیدلاین یعنی تیتر یعنی عنوان مثلا اچ یک بزنیم داخلش نوشته کنیم اکادمی بلژیک ببینن این را ذخیره کنیم و بریم داخل همو فولدر که ایجاد کردیم داخل فولدری که ایجاد کردیم اینجا میریم اینی ای را دبل کلیک میکنین این خودش اوتومات باز میشه تا چی؟ در این براوزر و اکادمی بلژیک نوشته است ای قسمی شما اولین فایلتان میتونین ایجاد بکنین به این شکل ما اولین فایل را ایجاد میکنیم شما این می کار انجام بدین اگر موفق بودین مبارکتان باشه اولین جلسه درسی را یاد گرفتین و بعد متبقی جلسات درسی را ما با هم پیش میریم امیدوارم این جلسه آموزنده بوده باشه نظریاتتان را از طریق راه های ارتباطی که به شما معرفی شده حتما با ما شریک کنین به خاطر بهبود نحوه تدریس حتما از استفاده خود کردیم و سوالات اینایتان را حتما از طریق گزینه هایی که بر شما معرفی شده مطرح کنین تا ما برتان جواب بدیم امیدوارم صحتمند و سرحال و خوش و خرم باشین خدا نگهدار